پنجشنبه ایران را ترک و قصد برگشت دوباره بر کشور را کرد. خستگی راه از ظاهر کودکان قد و نیم قدش پیداست. او چالش های فراراه زندگیش در ایران را چنین حکایت می کند. بعضی موقع در داخل ماشین مثلا سر کار می رفتیم، استاد کرده ما را پیاده کرده، گرفته رفت. یا رد مرزمون کرده، یادم اردوگاه برده. بالاخره با یک وسیله پاس ایله کرده و پاس ردی مرز کرده و همین قسم. برای ما مدارک می داد، پول از ما می گرفت. بعدش هم می گفت که او مدارک خود دولتش که برای ما می داد، اما مامورش، سربازش قبولدار نبود. همزمان با این سخنگوی کمیسیون امور داخلی ایران از ایجاد و بررسی طرح ساماندهی اتباه خارجی خبر می‌دهد و می‌گوید که بر اساس این طرح دیگر اقامت دائمی بر مهاجران در ایران داده نمی‌شود. ولی ولی‌الله بیاتی افزوده که بر اساس این طرح اقامت‌های موقت شامل اقامت یک ساله، سه ساله و به گونه احتمالی هفت ساله خواهد بود. برای سایر مهاجرین افغان چه کارت اقامت دارن و چه کارت آمایش دارن، بتوانن از این طرح‌های ویژه‌ای که امور مجلس با اون اشاره کرده است برای سایر مهاجرین قانونی هم صادر بکند تا مشکلات این مهاجرین هم مرتفع شود. در سوی دیگر فرمانده کل انتظامی ایران گفته که تا کنون بیش از 750 هزار مهاجر غیر قانونی از ایران اخراج شدند که تا پایان سال خورشیدی این شمار به 2 میلیون تن خواهد رسید. او همچنان افزود که در سال جاری بیش از 500 هزار مهاجر غیر قانونی دستگیر و از ایران اخراج شدند و 250 هزار تن نیز به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. اتباع غیر مجاز به هیچ عنوان امکان این که بخوان فرصت شغلی برای خودشون ایجاد کنند، اسکان پیدا کنند را نخواهند داشت. ایران از جمله کشورهایی است که بیشتر شهروندان کشور به آنجا مهاجرت می کنند و به گفته مقام های ایرانی 5 تا 6 میلیون مهاجر افغان در آنجا زندگی می کند.